24 روزی که برای طرفداران ماریجوانا یک روز خاص است. هیچ کس نمی‌داند چه شد که 20 آوریل با نام 420 شناخته شد و تبدیل شد به یک کد برای نامگذاری روز ماریجوانا. با اینکه کانابیس یک ماده مخدر است و هنوز هم سر خواص و مضرات آن بحث وجود دارد، جریان قانونی کردن مصرف ماریجوانا در خیلی از کشورهای جهان به راه افتاده. بعد از اوروگوئه که 10 سال پیش مصرف شخصی و تفریحی ماریجوانا را قانونی اعلام کرد، 9 کشور دیگر از جمله هلند، ایالاتی در آمریکا، آفریقای جنوبی، مالت و کانادا هم استفاده و پرورش ماریجوانا را البته در هر کشور با قوانین خاص خودشان قانونی اعلام کردند. حالا آلمان هم میگوید سیاست‌هایشان در قبال کنترل مصرف و جرایم مربوط به کانابیس از 12 سال پیش تا به حال شکست خورده و با قانونی کردن پرورش و مصرف این گیاه میشود بازار سیاه را کنترل کرد و کیفیت محصول ارائه شده را بالا نگه داشت. همه اینها با اقدامات هماهنگ دولت آلمان همراه خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که ما در اروپا برای سیاست‌های پیشگیرانه و مترقی کانابیس قانونی حامیانی پیدا می‌کنیم و این حامیان باید به ما در تغییر سیاست‌گذاری کانابیس قانونی در اروپا نیز کمک کنند. در کانادا هم نزدیک به 5 سال از قانونی شدن فروش و مصرف ماریجوانا گذشته، کاری که سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به درآمد از راه مالیات و درآمد ناخالص کانادا افزوده. بیشتر از 3700 فروشگاه محصولات کانابیس در این کشور وجود دارد، با بیشترین تعداد در استان پرجمعیت آنتاریو، استانی که تعداد مغازه‌های فروش ماریجوانا در آن از گل فروشی‌هایش هم بیشتر است. اما بسیاری از شرکت‌هایی که با قانونی شدن ماریجوانا توهم بازار پر رونق و روبه رشد این گل پرطرفدار را داشتند، حالا با عرضه بیش از تقاضا و هزینه‌های جانبی روبرو شدند. بر اساس گزارش تورنتو استار، اگرچه فروش و تولید بعضی از کارخانه‌های بزرگ تولید کانابیس از زمان قانونی شدن 7 برابر شده، اما هزینه‌های آنها 12 برابر شده. با اینکه قانونی شدن فروش و مصرف ماریجوانا با هدف کنترل جرایم باندهای قاچاق مواد مخدر و کنترل کیفیت گیاه مصرفی انجام شد، اما بازار سیاه کانابیس آنطور که باید کنترل نشده. شاید کشورهای دیگری که در فکر قانونی کردن ماریجوانا هستند، با مرور روندی که برای کنترل بازار سیاه و حفظ سوددهی بازار قانونی کانابیس در کشورهای مثل کانادا پیش آمده، به یک بازنگری دقیق قبل از تصویب این قانون نیاز داشته باشند. مهسا مرتضوی.